به نام خداوند بخشنده مهربان. مفهومی وعده امنیت دادن در عصر کنونی، یعنی دادن ویزه یا اذن دخول. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود می فرماید و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. ترجمه: و به عهد خود وفا کنید، بیگمان از عهد سوال کرده می شوید. گواهی می دهم بر این که نیست معبود برحق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. در حدیثی می فرماید همانا بهترین بندگان خدا در نزد خدا همان کسانی هستند که به وعده هایشان وفا می کنند و خوش اخلاق هستند. در واقع اسلام دین امنیت و صلح و دین نیکویی و احسان است. بدون تردید وفا به وعده بزرگترین ارزش اخلاقی و انسانی می باشد که توسط آن اعتماد سازی صورت می گیرد و صلح و امنیت میان ملت ها متحقق می شود و با آن پایه های همکاری، دوستی، آبادانی و پیشرفت میان فرزندان جامعه رشد می کند. بنابراین وفا به وعده یکی از شعبه های ایمان و یکی از دلایل صداقت و نیکوکاری پنداشته می شود، چون آن ادب بزرگ الهی و اخلاق کریم نبوی و روش با ارزش اسلامی می باشد. به راستی اسلام همه پیروان خود را امر نموده تا به زیور اخلاق، وفا به وعده و پیمان و میثاق راسته گردند و بر این موضوع به صورت جدی تاکید نموده است، طوری که خداوند متعال می فرماید و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. ترجمه: و به عهد خود وفا کنید، بیگمان از عهد سوال کرده می شوید. و در آیات دیگری چنین می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد و به عهد و پیمان خدا وفا کنید، هرگاه عهد و پیمان بستید و سوگنها را پس از محکم ساختنش نشکنید، در حالی که شما خدا را کفیل و ضامن بر خود قرار داده اید، یقینا خداوند آنچه را می کنید می داند. یعنی به همه عهد و پیمانی که بر خود لازم نمودید ملتزم و پابند بمانید. برابر از این پیمان میان شما با پروردگارتان باشد یا میان شما با دیگر مردم بوده باشد و پس از آن که پیمان مستحکم بستید آن را نشکنید، در حالی که بر آن خداوند متعال را ضامن و کفیل قرار دادید. پس کسی که عقد می بندد باید آن را احترام نماید و کسی که پیمان و وعده می سپارد باید بر آن پابند باشد. چنانچه خداوند متعال خبر می دهد اهل وفایی که ملتزم به وعده هایشان باشند آنها اهل محبت خداوند هستند و اهل صداقت و تقوا نزد مخلوقات می باشند. خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد و وفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان بندند و کسانی که تر فقر و سختی و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکیبا هستند، اینها کسانی هستند که راست گفتند و آنها پرهیزگارند. خداوند بیان می دارد که آنان صاحبان پاداش بزرگ و وارثین بهشت برین هستند، طوری که می فرماید که ترجمه آن این است و هر کس با آن چی که بر آن با خدا عهد بسته وفا کند به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. سپس خداوند این پاداش بزرگ را در جای دیگری از کتاب خود بیان می کند که ترجمه آن این است و کسانی که امانت های و عهد هایشان را رعایت می کنند و کسانی که با شهادت های خود متعهد هستند و کسانی که بر نمازشان محافظت می کنند، اینان در باغ های بهشت گرامی داشته می شوند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز ارزش وفا به وعده را بلند نموده و از پیمان شکنی و وعده خلافی هشدار داده است، زیرا در خیانت و وعده خلافی فساد مجتمعات و بی‌اعتمادی میان مردم و ضایع سازی امانت ها نهفته است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید نشانه ای انسان منافق 3 چیز است: هرگاه سخن بگوید دروغ می گوید، وقتی وعده کند پیمان شکنی می کند و وقتی که به او امانتی سپرده شود خیانت می کند. و در حدیث دیگری می فرماید مسلمانان پابند شروط و پیمانشان می باشند مگر شرطی که حرام را حلال یا حلال را حرام بگرداند.
و در حدیث دیگری از مجازات خیانت هشدار می‌دهد. وقتی خداوند در روز رستاخیز اولین و آخرین را برای حساب با هم جمع کند، برای هر غدار خیانت پیشه بیرق بلند می‌گردد و گفته می‌شود این فلانی فرزند فلانی خیانت پیشه است. ابن کثیر رحمه الله می‌گوید حکمت در آن این است که وقتی خیانت و غدر مخفی و پوشیده صورت می‌گیرد و هیچ کسی بر آن مطلع نمی‌شود، پس در روز رستاخیز این خیانت بیرق بلند بر کارکردهای صاحب خود می باشد و این چنین آنچه از مکر و خیانتی را که در دنیا از مردم مخفی انجام داده است در آن روز کاملا اشکار می شود و آنها را خداوند نزد همه مخلوقات رسوا می گرداند. و برخی از وعده هایی که شریعت پابندی به آن را دستور داده و بر وفای آن تاکید نموده و هشدار داده است که نباید شکسته شود، پیمان امنیت یعنی اعطای ویزه یا جواز دخول است و آن به مفهوم معاصرش آنچه است که یک کشور برای یکی از شهروندان کشور دیگری ویزه یا اجازه دخول در سرزمین خود را می دهد. برابر از این شهروند کشور دیگری به حیث گردشگر وارد این کشور می شود یا به حیث بازدید کننده یا اقامت گزین طبق عرف و پیمان و اتفاقیات بین المللی در رفتار با اعضای هیئت دیپلماتیک و همسان آنها یا طبق پیمان دوگانه میان کشورها به یکی از راه‌های قانونی مشخص وارد آن کشور می شود و وقتی این شخص اجازه زندگی یا ویزه دخولی این کشور را به دست می آورد، تمام حقوق و احترام داخل این کشور برای ثابت می شود و این پیمان که دولت به این شخص داده است بر همه شهروندان و باشندگان آن لازم می گردد. هیچ کس حق نقض و نادیده گرفتن آن را از نظر شریعت و قانون ندارد و اگر عموم مردم تخلفی را می بیند که از این شخص سر می زند و یا امنیت و صلح این کشور را زیر سوال می برد و یا مخالف نظام عمومی این کشور می باشد، پس عموم مردم جز خبر کردن جهات زی صلاح کار دیگری کرده نمی تواند تا که دستگاه های دولت بتواند در پرتو تنظیم قانونی این شخص متخلف را مجازات و محاسبه نماید، چون افراد جامعه بدون مسئولیت حق مجازات و محاسبه این شخص را ندارند، زیرا اگر چنین نباشد امور به حرج و مرج و بی‌نظمی می گراید. و بدون تردید وفا کردن به این پیمان از بزرگترین واجبات شرعی قانونی میهنی و انسانی می باشد. پس وقت دین مقدس ما جایگاه عهد امان را بلند برده است، ذمه مسلمانان در آن یکی می باشد. به این معنا وقتی یکی از مسلمانان به کسی وعده امنیت می دهد، این وعده بر همه مسلمانان ملزم و ضروری می باشد. پس چی فکر می کنید وقتی این وعده طبق تنظیم و تقویت و پشتیبانی شریعت و قانون به پیمان بین المللی تبدیل شده باشد، بدون شک که وفا به این وعده و عدم مخالفت آن ضروری و لازمی می باشد. براستی اسلام دین نگهداری و وفا به عهد و پیمان است و دینی است که جعل فریبکاری و خیانت را نمی‌شناسد، زیرا نه از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده و نه از هیچ یکی از یارانش که کسی را عهد امان نداده باشند یا عهد دای خود را نقض کرده باشند، چون خداوند متعال پیامبر خود را مورد خطاب قرار داده می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: و اگر از خیانت قومی بیم داشتی منصفانه پیمانشان را به سوی آنان بیانداز، فسخ پیمانشان را برای همگان اعلان کن، براستی که خداوند خائنان را دوست نمی دارد. و زمانی که میان حضرت امام معاویه پسر ابی سفیان رضی الله عنهما و میان رومی ها پیمان بود، پس امام معاویه رضی الله عنه خواست بر نزدیک های سرحدات روم برود. پس وقت موعد فرار رسید و او اراده خروج کرد، در این هنگام یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در رسید و فرمود الله اکبر الله اکبر، باید به پیمان وفا صورت گیرد نه خیانت. پس اینها نظر کردند، دیدند که حضرت عمر بن عبس رضی الله عنه است. پس امام معاویه رضی الله عنه کسی را نزد او فرستاد تا در مورد از او بپرسد. پس حضرت عمر گفت از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرماید کسی که با قومی پیمان داشته باشد نباید پیمان خود را سخت گیرد نه آن را بشکند تا اینکه یا مدت آن پیمان تمام شود یا طرف مقابل عهد شکنی کند. واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم این ارزش نیک را که باعث تحقق صلح و امنیت همه بشریت می شود با گفتار و کردار خود مستحکم و استوار نموده است، چنانچه می فرماید کسی که امانتدار نیست ایمان ندارد و کسی که با عهد و پیمانش وفا نمی کند دین ندارد. و در حدیث دیگری می فرماید کسی که معاهدی را بکشد بوی بهشت به او نمی رسد، در حالی که می شود بوی بهشت را از مسافه 40 ساله را استشمام نمود.
همچنین میگوید مسلمان واقعی کسی است که دیگران از زبان و دست او در امان باشند و مؤمن حقیقی همان کسی است که خون، جان و مال مردم از دست آنها در امان باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به طور عملی برای ما بهترین نمونه در وفا به عهد و پیمان حتی با دشمنان خود را بیان می نماید، زیرا در باره روز بدر حذیفه بن یمان رضی الله عنه می فرماید آنچه که معنی اشتراک ما در غزوه بدر شد این بود که من با پدرم برای اشتراک در غزوه خارج شدیم، ولی کفار قریش ما را دستگیر کردند و گفتند حتما شما نزد محمد صلی الله علیه و سلم می روید. گفتم ما نزد محمد نمی رویم بلکه به مدینه می رویم. پس از ما به نام خدا عهد و پیمان گرفتند بر این که ما باید به مدینه برگردیم و همراه محمد صلی الله علیه و سلم کفار نجنگیم. پس نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدیم، این موضوع را برایش گفتیم. پس فرمود شما هر دو برگردید، ما به وعده‌ای که با آنها دادیم وفا میکنیم و از خداوند مدد و یاری میجوییم تا ما را بر آنها غالب گرداند. و بنابراین پس ما تاکید میکنیم بر این که نگه داشتن پیمان و عهدی که دولت بر کسی میدهد تا وارد میهن شود بر همه ما واجب و لازم است و بر ما واجب است تا برای حفظ خون، جان، حیثیت، مال و خصوصیات او با هم همکار و متعاون بوده باشیم. همچنین بر ما واجب است از او به صورت درست و نیکو استقبال نماییم و او را احترام کنیم تا از ما چیزی را مشاهده کند که دوست داریم عظمت و بزرگی دین ما و سوابق تمدن و ترقی انسانیت ما را به صورت درستش در کند تا باشد در تشکیل سیمای ذهنی سهم گرفته باشیم که می خواهیم از دین، میهن، جامعه و ملت ما به جهانیان برسد. این از حالت امتها و ملتهای مترقی و با تمدن. ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است و گواهی می دهم بر این که نیز معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، همانا اسلام دین عدالت، تسامح و تحمل و دین همزیستی مسالمت آمیز است و مسلمان همیشه باعث امن و امان و صلح آشتی در هر جا و مکان می باشد، برابر از در وطن خودش باشد یا در جای دیگری. پس وقتی یک مسلمان به کشور دیگری سفر می کند، برابر است کشور اسلامی باشد یا خیر، پس ویزایی که این کشور برایش می دهد به مثابه عهد و پیمان امنیت است که او را بر نفس و جانش امنیت می دهد. همین ویزا در مقابل و عهد و پیمان امنیت از طرف این شخص برای اهالی این کشور است تا آنها توسط همین ویزا که برای این شخص داده شده بر جان و مالشان در امان بوده باشند و این ویزا این شخص را مجبور می کند تا تابع و پابند قوانین این دولت بوده باشد و آنچه از وجایبی که بر او است را با کامل امانتداری و صداقت ادا نماید. پس بر این شخص به ناحق گرفتن چیزی از اموال آنها حرام است، همچنین تجاوز کردن بر ناموس و حیثیت آنها و یا خیانت کردن به آنها همه به آنها حرام می باشد. و کسانی که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه را که خداوند به پیوست آن فرمان داده قد می کند و در زمین فساد می نمایند، لعنت برای آنها است و برای آنها سختی و بدی آن در آخرت می باشد. امام شافعی رحمه الله در کتاب العم خود می فرماید وقتی کسی به وطن غیر مسلمانان بنا بر عهد و پیمان امنیت وارد می شود، پس بر این شخص درست و حلال نیست که مقداری از اموال آن را بگیرد، برابر است این مال کم باشد یا زیاد، حتی که آنها و مسلمانان در حالت جنگ قرار داشته باشند، زیرا وقتی از سوی آنها در امنیت بوده باشد، آنها نیز از سوی او باید در امنیت باشند و این که بر او از اموال آنها جز همان قدری که از اموال مسلمانان حلال است حلال نمی باشند. با ذکر آنچه که امام شافعی در کتاب علوم گفته اکتفا می کنم تا مبادا در فروعات فقهی وارد شویم که گاهی میان برخی ها محل اختلاف است. خداوند شاعر را خیر دهد که فرموده وفا به وعده از اخلاق انسان های کریم است و پیمان شکنی از خصلت های انسان لییم. باری خدایا ما را به سوی اخلاق نیک هدایت کن، جز تو هیچ کسی دیگری به سوی اخلاق نیک هدایت نمی کند و اخلاق بد را از ما دور بگردان، جز تو هیچ کسی اخلاق بد را از ما دور نمی سازد.